اگر درباره تعریف داستان عرض کنم، تعریف داستان را این گونه گفتند که داستان اثری است روایی منصور که مبتنی بر ساختگی و تخیل باشد. منظور در اینجا از این تعریف این است که در گذشته داستان را به نظم می نوشتن، اما امروزه وقتی ما اثری را داستان میگیم که به نثر باشه و اثری را داستان میگیم که در اون روایت به کار رفته باشه، اگر منطق استدلال به کار رفته باشه یا نقل تاریخی به کار رفته باشه، داستان گفته نمیتونیم، باید روایت داستانی به کار رفته باشه. و منظور دیگر این بود در تعریف که ساختگی باشد و تخیلی باشد. معمولا ادبیات داستانی گذشته ما ساختگی نبودند، یعنی قبلا این داستان در کتاب ها آمده بود، یک شاعر آن را نظم میکرد یا به یک بیان دیگری روایت میکرد، از قبل قصه موجود بود. اما داستان نویس امروز داستان خود را میسازد، ساخته، ساختگی است، میسازه، شخصیت را ساخته، حادثه را ساخته، روایت را ساخته، پیرنگ را ساخته، همه چی را ساخته. این است که ما میگیم داستان مبتنی بر جو و ساختگی باشه. تخیلی چی است؟ در حوادثی که در تاریخ و داستان با هم دیگه از نظر نقل ارتباط داره، داستان نقل رو به کار میبره، تاریخ هم، اما تاریخ ساختگی نیست، تاریخ تخیلی نیست. اگر ساختگی و تخیل باشه کذب است، دروغ است، ولی داستان تخیلی است، شخصیت، روایت، همه چی تخیلی است، ولی این تخیلی به معنای این نیست که کذب و دروغ است. در اینجا ما در تاریخ ما اگر حوادث دروغ باشد ما کذب و دروغ را مطرح میکنیم، اما در داستان نه، داستان ساختار خود را داره، جهان شناختی خود را داره که من در جلسات داستان به این موارد اشاره خواهد کردم که به حقیقت نمایی ارتباط میگیرد. و در داستان دو مورد دیگر هم عرض میکنم که زبان داستان یعنی زبان نگارشی ادبی در داستان از چی استفاده میکنه؟ از زبان روایت نقلی و از زبان روایت نمایشی. در زبان روایت نقلی چی است؟ در زبان روایت نقلی این است که ما میگیم احمد که وارد خانه شد دید سگش با ریسمان در کنج خانه بسته است. روزای دیگر سگش را کسی نمیبست. با خود فکر کرد که چرا سگش را بستند. وقتی برادر کوچکش را دید، برادر کوچکش قصه کرد که امروز سگ پسر امسایه را گرفته است، پسر امسایه را گاز گرفته است یا نیش گرفته است. این روایت نقلی است، یعنی داستان همین گونه بیان می شود. و در اینجا اگر ما در وسطش استدلال کنیم، بگوییم که گناه از پسر بود، یا مثلا بریم بگوییم که پلیس آمد، گناه از پلیس بود، گناه از قاضی بود، اینجا دیگه باز کار روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و تحلیل‌های خبری و از این چیزا می شود. و در داستان کسی فقط نقل می کند، قضاوت راوی یا نویسنده قضاوت نمی کند، نقل می کند. و دیگر روایت نمایشی رو داریم. روایت نقلی بیشتر نقل میشه، روایت نمایشی بیشتر طوری بیان میشه که ما نمیگیم که احمد قهر شد، میگیم رگهای گردنش خیسته بود، متورم شده بود، گونه‌هایش میلرزید، لب پایینش هم میلرزید، کاسه چشمانش بزرگ شده بود، هی و دستان خود هی و سر خود دست میکشید و اینگار موهای خود را میکشید و بر
با دست بر سر خود فشار میداد. این چی است؟ این روایت نمایشی است و نقل و روایت در اینجا حرکت داره، گفته نمیشه. از این روایت بیشتر داستان مدرن بیشتر از این روایت نمایشی استفاده میکنه تا روایت نقلی. خب بحث داستان بحث کلامی هست که من با شما وعده کردم که این جلسه را برگزار خواهم کرد درباره داستان. و بعدم نگارش دیگری هم شعر را داریم. بحث شعر همه درباره شعر شناخت دارید و یک گونه ادبی هست و در اینجا من تعریفی را از شعر که ارائه میکنم تعریف شفیعی کدکنی هست که میگوید شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان فشرده و آهنگین ارائه شده باشد. حالا این یکی از تعریف های شعر است. البته من برای شعر مدرن یا آوانگارد میگویم تعریف درست نیست، برای اینکه شعر آوانگارد برخوردش با زبان، با عواطف، با روایت و نقل متفاوت و متکثر و گسترده است. نمیتوانیم شعر را تقلیل پذیر به یک تعریف بکنیم. اما برای اینکه مخاطب حداقل آشنایی با مفهوم یا یک موضوعی داشته باشه که ما با آن شعر میگوییم، حداقل باید تعریفی ارائه شود. از این نظر در این تعریف آمده که گره خوردگی عاطفه و تخیل است. من در این باره در یکی از یادداشت‌های روشنگری افسون هم نوشتم و انتقاد کردم که ما چگونه بدانیم گره خوردگی عاطفه و تخیل چیست. یعنی ما وقتی در تعریف از مفاهیمی که استفاده میکنیم باید این مفاهیم ساده تر یا ملموس‌تر از موضوعی باشه که ما آن موضوع را تعریف میکنیم. وقتی مثلا شعر ما از عاطفه و تخیل بیشتر میشناسیم و وقتی میرسیم به عاطفه و تخیل باید اینا را حالا توضیح بدیم، مشخص بکنیم که چیست. ولی به هر صورت من پیش فرض میگیرم که شما هرچی که به احساسات ما ربط میگیرد یا هرچی که ما را به هیجان وامیداره این را شما با عنوان عاطفه و تخیل در نظر بگیرید. و بعضی دومی که در این تعریف مطرح است زبان فشرده و آهنگین است. یعنی در زبانهای دیگه، در نگارش های دیگه ما از زبان توضیحی استفاده میکنیم، در زبان داستان ما از زبان روایی و نقلی استفاده میکنیم که در شعر هم میشه استفاده کرد. اما به هر صورت زبان شعر زبان فشرده است و آهنگین. در اینجا البته برخی ها انتقاد دارن که شعر میتونه آهنگین نباشه و بسیاری ها هم شعری میسرایم که آهنگین نیست. حالا زبان شعر آوانگارد یا پسا مدرن یا حتی همین شعرهای مدرن هم از زبان آهنگین استفاده نمی کنند. اما در شعر سنتی وزن مطرح بوده و در شعر وزن قافیه مطرح بوده و در شعر معاصر هم آهنگین بودن کلام مطرح بوده. مثلا ما این را در شاملو، در نیما و در بسیاری شاعران معاصر افغانستان و ایران می‌بینیم. برصورت همین موردی که بیشتر زبان را با یک شیوه خاصی متفاوت از داستان به کار می‌بره، ما می‌توانیم در یک ساختار مشخص و در یک رویکرد مشخصی به کار می‌بره، ما می‌توانیم آن را شعر بگوییم. و بعضی چند مورد را برای بعضی ماهیت شعر عرض میکنم در اینجا که اینم توسط زبان هست که ارائه میشود. یعنی اما بعضی رقص و زبان ادبی که در شعر و جادو ببینید، در جادو هم همه چی جان داره و همه چی زبان داره و همه چی روح داره، یک نوع آنیمیزم و یک نوع توتمیزم مطرح است. در شعر هم مطرح است و در شعر هر حادثه و اتفاقی میتواند رخ بدهد. در جادو هم هر حادثه و اتفاقی میتواند رخ بدهد. سوال اینجا هست چرا چنین مناسبتی بین شعر و جادو وجود داشته باشد؟ عرض من این است که شعر
با کودکی بشر ارتباط دارد، جادو هم با کودکی بشر ارتباط دارد. از وقتی که انسان رمز و راز جهان را پی برد، یا پی برد که هر چیزی رازی دارد و هر چی روحی دارد و هر چی رمزی درش هست، در اینجا به یک معرفت دست یافت که این معرفت، معرفت جادویی بود. جادو الله این که ملاها تعویض میدیند و تومار میدیند، این یک بحث است. من جادو را به معنای معرفت به کار میبرم. یک مرحله از معرفت انسان بوده که این معرفت، معرفت با چارچوب و ابزار زبانی عقلی و منطقی نیست، با یک معرفت خلاقی است که آدم و عالم و هر چی را به هم ربط میدهد. در این معرفت دریا روح دارد. ما میتوانیم روح دریا یا روان دریا را تصرف کنیم و بر آن مسلط شویم، و یا اشیا روان دارد، سنگ روح دارد، سنگ میتواند روح ما را تصرف کند. در زبان شعر هم میبینیم که مثلا با سنگ صحبت میکنیم و سنگ در ما حلول میکنه و ما در سنگ حلول میکنیم. از این نظر این معرفت، هم معرفت جادو هم معرفت شعر، و دوره کودکی، منظور من از کودکی بشر کودکی نیست که ما در این سال، در سالی از عمر خود که تازه متولد میشیم این کودکی منظور من باشه. منظور من این است که کودکی بشر کودکی هست که بشر در سپیده دم تاریخ خود وارد مرحله از تعول و تکامل خود شد که ما از آن به عنوان انسان هوموساپین یا اراری، از آن به عنوان انسان خردمند یا زیست شناسان از آن به عنوان انسان یاد میکنند. این انسان در آغاز سپیده دم تاریخ خود به یک معرفت دست یافت که این معرفت، معرفت جادویی بود، و شعر نیز پیامد همین معرفت است و تا امروز با انسان این معرفت جادویی بشر مانده و تا امروز انسان در یک فضای شاعرانه با امام معرفت جادویی و یا با امام خوشباشی یا با امام سادگی ها و یا با امام رابطه عاطفی و با امان رابطه جادویی خود با اشیا و در جهان پرتاب میشه. از توجه شما سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که خوب و تندرست باشید و من مانند کسان دیگری که کار یوتیوب میکنه هر بار از شما خواهش نمیتوانم که یوتیوب را، یوتیوب مرا سابسکرایب بکنید، ولیکن توقع دارم که سابسکرایب بکنید که این جلسه ها ادامه پیدا بکنند و حداقل دلگرمی برای کار من شود. با درود و مهربانی.